سناتور لیدیا تور با صحبت های خودش علیه پادشاه چارلز دفاع کرد ادامه حملات اسرائیل در بیروت و ایالات متحده در حال بررسی درز اسناد محرمانه درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران درود بر شما شنوندگان عزیز نیو سرد هستم و بسته خبری منتهی به سهشنبه 22 اکتبر 2024 را تقدیمتان می کنم سناتور مستقل لیدیا تورپ از اقدامش در مراسم سلطنتی کمبرا دفاع کرده است این در حالی است که تعداد فزاینده ای از نمایندگان پارلمان از او برای فریاد تو پادشاه من نیستی در مقابل پادشاه چارلز انتقاد کردند. آماندا ریشورف وزیر دولت کارگر اقدامات سناتور توپ را بی احترامی دانسته است. در حالی که رهبر اپوزیسیون پیتر داتن میگوید که این اقدامات صرفا خودخواهانه بوده است. اما سناتور تورپ میگوید که او این کار را برای بیان حقیقت انجام داده است و به اینکه مردم در مورد اعتراضش چه فکر میکنند اهمیتی نمیدهد سناتور به اسکای نیوز گفت که میخواهد چارلز در بحثها درباره یک معاهده شرکت کند We don't have a ارتش اسرائیل از تصمیمش برای حمله به اهداف بیشتر در بیروت دفاع کرده و گفته است که ایران از نهادهایی برای کمک به حزب الله استفاده می کند نیروی هوایی اسرائیل چندین حمله به حومه بیروت انجام داده و حداقل 15 شعبه گروه مالی قرض حسنه را هدف قرار داده است. دانیل هاگاری سخنگوی اسرائیل گفت که حملات اسرائیل رهبران اصلی حزب الله را که مسئول انتقال پول بین ایران و حزب الله بودند کشته است و آنها قصد دارند به راهشان ادامه بدهند. او بدون ارائه مدرک گفته است که ایران چمدان‌های پول نقد را با هواپیما به سفارتش در بیروت ارسال می کند و یک مؤسسه مالی در بیروت از سپرده های مشتریان برای تأمین مالی حملات علیه اسرائیل استفاده می کند. Hezbollah's financial network is based on two main sources of income. Money from the Iranian regime And money from the Lebanese people. Iran's Quds forces transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut and then directly it goes to Kizbalah. Badani Dar داده های جدید به دست آمده توسط مرکز حقوقی ردفرن نشان می دهد که نزدیک به 900 تفتیش بدنی در ایستگاه های قطار بین سالهای 2016 تا 2024 صورت گرفته است که تعداد نامتناسبی از آنها روی بومیان استرالیا بوده. سمانتا لی، وکیل ناظر گفت که قرار دادن کودکان در معرض این روش تهاجمی در چنین فضای عمومی وحشتناک است. مرکز حقوقی ردفرن از دولت ایالتی میخواهد که برای اصلاح قوانین تفتیش بدنی خود اقدام فوری انجام دهد. بر اساس یک توافق جدید با ایالات متحده استرالیا هفت میلیارد دلار برای سیستم های دفاع هوایی و موشکیش هزینه می کند. بر اساس این قرارداد استرالیا موشک هایی را دریافت خواهد کرد که برخی از پیشرفته ترین سلاح های دفاعی هوایی و موشکی در جهان محسوب می شوند. پت کانرای وزیر صنعت دفاعی این توافق را از واشنگتن اعلام کرد. او گفت که این اعلامیه در بحبه های پیچیده ترین محیط استراتژیک از زمان جنگ جهانی دوم به بعد صورت گرفته در حالی که چین در ماه سپتامبر یک موشک بالستیک قاره پیما را به سمت اقیانوس آرام شلیک کرده است. استرالیایی هایی که تلاش می کنند به وبسایت های پون و برخی از بازی های آنلاین دسترسی پیدا کنند تحت آزمایش های سنی تحت پیشنهادات ایمنی آنلاین قرار خواهند گرفت که ممکن است در سال 2025 اجرایی شود. پنج سازمان که صنایعی ای مثل رسانه های اجتماعی و موتورهای جستجو را نمایندگی می کنند این پیشنهادات را ارائه کردند و گفتند که قبل از ارائه آنها به کمیسیون امنیت الکترونیکی در اواخر نوامبر به دنبال بازخورد عمومی هستند. پیشنویس کودهای ایمنی آنلاین که برای محافظت از کودکان در برابر محتوای سریح طراحی شدهاند می توانند به این معنا باشند که سرویس های پیامرسان به طور خودکار تصاویر برهنه را شناسایی و محو کنند و سرویس های دوستیابی سراحتا تلاش های اخاذی جنسی را ممنوع کنند. بیش از 300 هنرمند از سراسر کشور سفر کردند تا در تنها مسابقه ملی استرالیا برای گروه های رقص بومیان و جزر نشینان تنگه تورس اجرایی داشته باشند. مسابقه رقص سالانه که دانس رایتز نام دارد جشن رایگان از رقص، آهنگ و فرهنگ ملل اول است. در این جشن، هجده گروه رقص به نمایندگی از بیش از چهل ملت و قبیله، داستان سرایی و زبان محلیشان را به نمایش میگذارند. بازماندگان خانه بدنام پسران کینچلا خواستار تبدیل این مکان به موزه و مرکز درمانی شدند. شرکت بومی خانه پسران کینچلا قصد دارد 5 میلیون دلار برای بازسازی جمع وری کند. تیفانی مکامسی مدیر اجرایی این شرکت میگوید برآورده کردن خواسته های بازماندگان که همگی در سنگی هفت در سنین هفتاد و هشتاد سالگی هستند ضروری است. بارگردی های برنامه ریزی شده در شهر پراگ در جمهوری چک ممنوع خواهد شد. این ممنوعیت از نوامبر اجرایی می شود به این امید که مشکلات سر و صدای شبانه زباله های خیابانی و نگرانی های امنیتی و شهر را برطرف کند. عضو شورای شهر ادام زابرانسکی میگوید که این شهر نمیخواهد مردم را از خوشگذرانی من کند. اما او میگوید که روال رایج حرکت گروه های توریستی از یک بار به باری دیگر در منطقه تاریخی پراگ از کنترل خارج شده است. We don't prevent tourists from drinking alcohol here or from getting wasted if they want to, but what we would like to see is that drinking is not happening in the streets, but it's happening in the enclosed spaces that are meant for that. مقامات استرالیا و نیوزلند برای بحث در مورد تهدید قریب الوقوع گونه کشنده آنفولانزای پرندگان ملاقات کردند. تا کنون هر دو کشور و منطقه وسیعتر اقیانوس آرام از شکل مرگبار H5N1 که نوع آنفولانزای پرندگان است که باعث مرگ و میر بیماری و کاهش تولید تخم در جاهای دیگر شده در امان ماندهاند اما تانیا پلیبرسرگ وزیر محیط زیست فدرال گفت که ورود این گونه به استرالیا اجتناب ناپذیر است او میگوید دیدارش با وزیران محیط زیست استرالیا و نیوزلند و مقامات ارشد برای بحث درباره اقدامات آماده و حفاظتی بوده است خبری از ایران ایالات متحده در حال بررسی آنچه به نظر می رسد درز اسناد محرمانه اطلاعات آمریکایی است که برنامه های اسرائیل برای حمله به ایران را ارزیابی می کند. دو سند در یک برنامه پیامرسان تلگرام طرفدار ایران پست شد و اولین بار توسط CNN و اکسیوس گزارش شد. این پرونده ها به آژانس اطلاعات جغرافیایی و آژانس امنیت ملی منصوب است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری Associated پرس گفته است که اسناد مورد بحث مشروع به نظر می رسند. تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود چه کسی قبل از ارسال به اسناد دسترسی داشته. در بیانیه ای پنتاگون گفت که از گزارش های این اسناد آگاه است و اظهار نظر بیشتری در این باره ندارد. ارتش اسرائیل به درخواست برای اظهار نظر درباره افشای این دو سند پاسخی نداده است. سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده سید گلایتن به سینن گفت که پیامدهای این اتفاق میتواند بسیار مخرب باشد. We don't prevent tourists from drinking alcohol here or from getting wasted if they want to. But what we would like to see is that drinking is not happening in the streets, but it's happening in the enclosed spaces that are meant for that. <laughs> پرسپولیس تهران در مساف با السد قطر با نتیجه یک بر سفر شکست خورد. تک گل این بازی را متوس اوریبه در وقتهای اضافی نیمه اول به ثمر رساند. در ادامه این مسابقات تیم استقرار تهران صبح چهارشنبه به وقت استرالیا به مساف النصر عربستان می رود. شنوندگان عزیز نیب صدر هستم و این اخبار رادیو اسپیس فارسی بود.